ترکیه، همسایه قدیمی و تاریخی ایران. خیابان‌های استانبول سال‌هاست مقصد گردشگران ایرانی است. ایرانی‌ها از قدیم نه فقط برای تفریح که برای تجارت، تحصیل و زندگی به ترکیه رفته اند. در سال‌های اخیر مورد دیگری هم به این فهرست اضافه شده، خرید خانه. این را می‌توان در حال و هوای این محله در حومه استانبول و فراوانی مغازه‌های ایرانی در آن مشاهده کرد. این محله یکی از نقاط تجمع ایرانی‌ها در استانبول هست. در این خیابون وقتی نگاه می‌کردم دست کم 5 رستوران با تابلوی فارسی دیده می‌شد. محله‌ای که روز به روز شبیه‌تر به محله ایرانی‌ها در تورنتو یا لس آنجلس میشه. ایرانی‌ها سال گذشته میلادی با خرید 5400 خانه پس از عراقی‌ها دومین گروه از خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. ایران اکونومیک کریزینن önce biz yabancı müşteriye her zaman Arap müşteri gözüyle bakardık. پیش از بروز بحران اقتصادی در ایران عمده مشتری‌های خارجی ما عرب بودند. وقتی از بنگاهی‌ها می‌پرسیدی کشورهای عرب مثل عراق، عربستان و قطر را نام می بردند. اما اگر الان سری به بنگاه‌های مسکن در این منطقه بزنید می بینید که 60-70% کارمند ایرانی دارند، چون مشتری ایرانی زیاد شده. یحیی بالگون، آپارتمان ساز و فروشنده واحدهای مسکونی در حومه استانبول است. یحیی اسفند گذشته در نمایشگاه املاک تهران شرکت کرده بود. Açıkçası gittiğimiz sırada benim çok büyük bir beklentim yoktu. راستش وقتی برای شرکت در نمایشگاه به ایران رفتیم انتظار زیادی نداشتیم. در دو ماه قبل از برگزاری نمایشگاه کلاً 2-3 واحد به ایرانی ها فروخته بودیم. من 6 مارس از ایران برگشتم و تا 30 مارس 40 آپارتمان به ایرانی ها فروختیم. در 2-3 سال گذشته بازار مسکن در ترکیه رکود داشته. اما تغییر قوانین اعطای شهروندی جان تازه ای را به بازار املاک در این کشور بخشیده و خریداران زیادی را روانه ترکیه کرده. ایرانی ها در سال گذشته 48% بیشتر از سال پیش از آن در ترکیه خانه خریده اند. As you know, Turkey's citizenship through investment program. همونطور که میدانید حداقل سرمایه گذاری در املاک برای کسب شهروندی ترکیه به $250,000 کاهش یافته. از سال 2017 ایرانی ها برای خرید ملک به ترکیه می آیند تا شهروند ترکیه شوند. آنهایی که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند با خریداری یک ملک مثلا $50,000 می توانند اقامت دریافت کنند. بنیامین اسن به سرمایه گذاران خارجی در ترکیه مشاوره می دهد. او میگوید حضور ایرانی ها در بازار املاک ترکیه فراتر از علاقمندی به داشتن خانه در ترکیه است. According to Turkish Union of Chambers and Commerces, اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه میگوید ایرانی‌ها در رده نخست خارجی‌های سرمایه‌گذار در ترکیه هستند. آنها دنبال پیدا کردن راهی برای فرار از مشکلات اقتصادی ایران هستند و برای همین سرمایه‌شان را به ترکیه می‌آورند. تسهیل تردد به کشورهای غربی با گذرنامه ترکیه علت دیگر این گونه سرمایه‌گذاری است. به هر حال بعضی از خریداران به علت ناآشنا بودن با قوانین بازار ترکیه دچار زیان می‌شوند. اگر برای خرید ملک تنها به نظر بنگاه املاک اکتفا می‌کنید ممکن است دچار مشکل شوید. اردنیس ساواش وکیل دادگستری است. او می‌گوید کسانی که می‌خواهند برای گرفتن شهروندی ترکیه در این کشور ملکی بخرند باید حواسشان به سابقه ملک هم باشد. نباید تنها به گزارش کارشناسی اکتفا کرد. فرد خریدار باید درباره سابقه ملک و قیمت‌های محل تحقیق کند. به خصوص در شهری مثل استانبول باید قیمت موارد مشابه را بررسی کرد. ترکیه پس از انقلاب ایران و همینطور در دوران جنگ پذیرای سرمایه ایرانیان زیادی بوده. حال که انتقال پول به دیگر کشورها به آسانی قبل نیست، به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. خشایار جنیدی، BBC استانبول.